یه بار بزن نه دیگه اومد قرمز اومد چجوریه این چجوری ها این دکمه قرمز رو اون پایین نه, نه اصلا میم. این میبینی مشکیه اینجا خب این هم مشکی بمونه آه. و اون پایین هم قرمز بشه آره اوکی من اون سیاد میتونم این کنم ببین وقت رو سلام خب این برکه اران ضبطیم دیگه آره آقا جونم براتون میگه که ما 20 دقیقه فکر این لاگ چیزی نداره بریم ببینیم نمیدونم مثلا چرا قطع شده چرا 100 درصد داره, داره. یه جا آره اینو... حالا بعدا سلام به دوستان عزیز آقا ما یه 20 دقیقه بزود ضبط کردیم بعد فهمیدیم که ضبط نشده دوباره به تکنیکال دیفیکالتی خوردیم و اینکه این بده این واقعا بده الان دوباره برگشتیم با از اول اپیزودمون از الان تا 20 دقیقه آینده فقط فیکه آره داریم در که از الان میخواد فقط عدایی چیزه ولی خوبه که میدونیم ما با صحبت کردیم آره چه خبر کردید شما چیانه نگاه کنید چی کار کردید رو چی افتادی؟ یه ذره بیشتر میپرسیم از هفته تا بگیم اول ناز میکنم که اصلا نمیخوام بگم و اینا آن ایونت فول بوده هفته شون مهونی ها دیدیم یکی کیون بیاری به رقصه نمیاد نمیاد وقتی میاد دیگه چک و لغتی میکنه بگو ایزم چه خواه؟ یه ذره بپرسم ناز کنم چه خواه همه چی خوب؟ اشغال کردی؟ هفته ساکتی ده تو اون چیزی که قد شد داشتیم راجبه مستند ام جی صحبت میکردیم توی ام جی مخففه آه آه مایکل جکس جوردن MJ واقعی توی نتفلیکس The Last <applause> بله. فرهاد جان با بسکتبال خیلی رابطه تنگ و تنگ خیلی معنوسم بله. بله. بازی مورد علاقت بگو جیمی باتلر آره. خیلی من فرهاد با بسکتبال آشنا کردم آره افتادم روی <applause> مستعد مایکل جوردن خیلی حال میده ده تا قسمت <applause> خیلی حال میده افتادم روش بسیار داره خوش نگذاره خب. آره ده تا قسمته؟ آره ده تا قسمت متاسفانه پس که... مینی سیریز هم نیست <applause> چرا تلاش بکنن دیالوگ که گفتیم بود دونه همه آره متاسفانه اون موقعی که آقای جردن بازی میکردن ماها یا نبودیم یا خیلی دیگه بچه بودیم حالی بود نمیشه اولش که نبودیم بعدش ایده بودیم, بودیم. اخراه آره این که بچه ها میگن همه رو یه دور ما گفتیم یه چیز دیگه بگی. یا رو کارون سال دیگه بگیم آخه دیگه الان من مستنم آره نه نه بگو خب بعد خیلی کاراکتر <تصفح> کامپتیتیو جالبی داره خیلی آدم اه... شاخی حالا بذار از یه دیگه من بهش وارد بشم رو, رو, رو کاراکترش اذیت نشدی بعضی موقع مثلا با بقیه خیلی بد صحبت میکرد و اینا ببین چون بهترین تاریخ نه آخه میدونم ولی تو بهترین تاریخ باشی نمیتونی بولی باشی که مثلا تو چرا میدونی آخه نه بولی بودنش یه جاش اتفاقا به این قضیه اشاره کرد گفتش که من هیچ کاری رو از هیچ کسی نمیخواستم که خودم انجام ندم این مهمه م. این یعنی لیدر خودش کننده بوده یعنی ببین مثلا به تو دستور نمیداد برو ریباند کن برو خوب دفاع کن خودش داشت اون کارا رو میکرد و از تو هم انتظار داشت که این آره ولی هر کسی استاندارد توانایی دیگه یه چیزی داره دیگه یه حدی از توانایی داره تو نمیتونی از همه انتظار داشته باشی که در حد خودت که بهترین جهانی اون کار رو انجام بده میگفت در حد خودت میگفت در حد خودشون مبارزه کن. مثلا اون قسمتش راجع به پوینت چیزو نگاه کنید الان سرمربی گلدن استیت اون دقیقا خب اون مثلا فیزیکش ضعیفتر از مایکل جوردن بود بازیش به اندازه اون خوبم خود استیو کر میگفت میگفت من آدم کامپتیتیو ام ولی نمیتونستم در حد اون باشم این از اون میخواست در حد خودش باشه و یه جا هم قشنگ آره چیز شد ولی میدونم چی میگی ولی احساس میکنم خیلی چیز داره باگ داره این قضیه اول تو از کجا میدونی حد طرف چقدره اون موقع تو چه استیتیه یعنی تو تو هم، به هم تیمیاش این درخواست به هم آره از هم تیم با هم تیمیاش بعضی موقع خیلی بد صحبت میکرد خیلی اون رشتا... گفتن هیچ کی مثل این نمیتونه ترش می کلا فرهنگ ورزشی آمریکایی که تو باید توش ترش کنی اصلا بله. از این لح... از این کار پول در میارن یا بعد این واسه اینکه تحریک کنه هم تیمی های خودش و تیم رقیب و این فقط کشلاک می آره اصلا خیلی منتال را. گیمی که بازی می کرد با همه بروش. خیلی بروش. عجیب بود آره ولی اون کش برای من کلا خ... م... من حرف رو میفهمم و یعنی آدمایی که زیاد هم تو رو برم مثلا یار خودش خیلی چیز نیست ولی هی میاد مثلا دستور میده و اینا اون نمیشه لیدر اون میشه مثلا مدیر خب ام. این ولی لیدر بود قشنگ تیم رو میکشید بالا با خودش آره یعنی آره. <applause> واقعا موقعی که بود و موقعی که مثلا حتی موقعی که مریض بود و اینا هم این تیم مثلا همه باز مثلا به مراتب بهتر بود آره. ولی احساس میکنم بعضی موقع هم طرف بولی بوده دیگه شاید من آره. آره بوده. هم من خیلی دارم آره. صافت دارم برخورد هم چیزی هم نداره ولی اه... بعد تا... شکوایی و اینا میکردن ازش همتیمیاش و اینا یعنی آره آسی بشن همراه با احترام و ترس بوده ها یعنی مثل سگ یارو میترسیدن آره، هنوز لیگ... هم مثل سگ همه ازش میترسیدن کل لیگ ازش میترسیده به جز اون رژی میلر ظاهرن بعد آره کلا هم که شیکاگو بولز بدون این قهرمانی نداشته دیگه اولیش این آورده شیش, با... بار باش قهرمان شده ام. خیلی کاراکتر جالبی بعد از اون دیگه بردن؟ فکر نمی کنم آره من دیشب هم نگاه کردم فقط شش بار بوده که با ام بوده بعضی دیگه هم که دیدم برام خیلی جالب بود این بود که خیلی مثلا موقع کشیدن سیگار و اینا بد نبوده یعنی خوردن مشروب آره به عنوان مزشگاه فقط سیگار برگ دهنشه داره سیگار میکشه و اینا الان مثلا چه میدونم بازیکنای تیم ملی مثلا یکشون بره قلیون بکشه تمام روزنامه ها میذارن ببین خیلی عوض شده ورزش از اون موقع تا الان حالا نگاه کنی این سال 96 اینا تو رختکن نشسته بعد داره به این جوونا میگه میگفت 10 سال پیش بین دو نیمه بسکت ها مشروب میخوردن سیگار <تصفح> میکشیدن <تصفح> بین دو نیمه <تصفح> میگفت الان نمیشه این کار که فقط بعد بازی از اون به بعد تا الانم خیلی احساس هم خود داره سیس سیزه بازی بکنه مایک جوردن رو بازی میکنه خود از این خود میگفتش که من روزی پنج کل قلیون میگشم <applause> تو بعد تو برنامه زنده تلویزیونی داشت <applause> پرتغال خامه صحبت میکرد آقا <applause> مرد مومه. ولی الان میگم الان خیلی فرق کرده دیگه الان چه میدونم همین ورزشکارای شام فوتبال و اینای خارجی هم نگاه بکنی طرف سیگار بکشید میگم در میارن آقا اصلا الان باشگاه ها مثلا تو توی اردو باشی نمیتونی اردو رو ترک کنی مگر اینکه کنانی زادگان باشی که بخوای تو اتوبوس تیم ملی خب تو رابطه برقرار کنی تو حال اردو دیگه مثلا این یو پامیش میشد بابا با باباش گمبلینگ میکرد تا ساعت دوازدانیم یک شب ویگس. بابا یارو اصلا میگم اون یکی آمد. کی بود داشتیم نواز چیز آره رادمن سواد میکردیم دوستشه هم تیمیشه هم تیمیه خیلی رفتارهای عجیبی داره کی پوینت هم هست نه آدم خیلی مهمی بود توی تیم موقعی که اونجا بود خیلی بازی ساز بود خیلی دفاع, عجیبی میکرد و اینا یه مثلا قبل که از بازیه حساسشون میره وگاس و ازش خبری هم نیست یعنی هرچی هم زنگ و اینا سعی میکنن پیداش کنن پیداش نمیکنن اجازه میگیره چقدر وقت چند اجازه میگیره 48 ساعت <applause> خیلی بیشتر میمونه بعد اصلا میاد دیگه لتو پاره آره میاد پاره است اه... آره اینی که گفتی هم تیمیاش خیلی جالبه حالا توی این ورزش ها اینا که موفق میشن همیشه کنار دستشون یه نفر دو خوب میخوان وقتی خودشون یکن یه دو خوب میخوان اون دوه مثلا برای جردن سکادی پیپن بوده ام. یه دونه بازیکن میخوان که کارهای کثیف رو انجام بده آلی. این دنیس رادمن یعنی خطا بکنه دفاع خفن بکنه ریباندای خوب بکنه کار کثیفه با این بوده این ترکیب بهترین ترکیب نیمار و الان هم که مثلا حالا جالبش این بود جالبش این بود الانم که مثلا داکیومنتری رو نگاه میکنی میبینی رادنه اصلا او شخصیت اون شخصیت اونطوری رو نداره یعنی آدمی که مثلا بخواد اون کار کسیف بکنه نه ویرده شو اگرت قر... اوکی یارو ویرده ولی معمولا اینجور آدم, آدم ها خیلی مثلا رافه خیلی مثلا چه میدونم این میگم این شخصیت گولی داره موقعی که داره صحبت میکنه خوش نیار ازش توی خیابون بزرگ شده ام. تو خیابون بزرگ شد میگم من راحت میتونست کورنر نگه دارم دیلر باشم میتونستم وزم خراب بشه ولی اومده بعد گفتی به به و به فرزاد هم اشاره کرد کورنر رو فرزاد میدونه اونه که وایر دیدن میدونن بعد میدونه هممون فکر کنم هر فیلمی دیده باشی که توش دراگ دیل بکنن نه خیلی توی وایر خیلی کورنره اینو میخواستم بگم که آها بعد من رفتم ثروت دنیس رادمن چک کردم 500 هزار دلار انقدر ناراحت شدم ولی زندگیشو به باد داده یارو بازیکنی بوده که مثلا شماره 3 ام بی ای بوده ببین آره ولی جای 500 هزار دلار فقط الان پول همه رو به فنا داده آره آخه نمی‌دونم البته ببین حالا داشتیم توی قبل از اینکه اپیزود اون به فاک بره بله آقای خودم مایه جوردن چقدر یک و هفت دهم بیلیون دلار که اکثر این سرمایه هم از اندورسمنت تبلیغات همین دقیقا همین رو بگم یعنی قبل از اینکه بزورون به فاکتوری همین رو گفتیم گفتیم که از اندورسمنت تو اینا اینا خیلی پول بیشتری آره. در میارن بابا. نفر سوم که پولی در نمیاد چرا بابا تاپ میخواست این، تاپ ان همیشه پول در میارن اون روز لبران جیمز تبلیغ چیپس میکنه انقدر ناراحت شد <laughs> اترو بدبختی که نیست که نیست دادش به من بدم من تبلیغ لباس زنانه میکنم اینجا اون پولو به تو بدن تو خواهید همینجا تو لبرانی چه چیپسی بود حالا یه چیز ستف تبلیغ سابوی میکنه ستف بهترین سیزن تاریخ بسکتبال مشکلش چیه من اذیت میشم مثلا, دوست داری تبلیغ بنتلی بکنه اونطوری بهتره نه حالا بنتلی نه یه چیز دیسنت چیپس و مثلا ساب چی میگی دیسنت نیست ساب دیسنت دیگه خیلی مردمیه مثلا میگم مثلا دوست داشتید تبلیغ چی بکنه انتظارتش بالاست کارون از آقای آقای کریم باقری تبلیغ خمیر دندون کرده بودن من خیلی توی اتوبان میدید توی ایران هم مثال های خوبه هست نه من اذیت میشم کلا چیز علی کریمی که الان که شامپو خوش داره دیگه به فکر کنم اینو علی شامپو چیز برو ساینس کامله چون توی ماشین شنیدم توی ایران یکی گفتش که آره برند خودش هم اینا رو میبینم اینجوری تبلیغ می‌کنن باحاله ازیتش چیزی نمونده بود از مستند دیگه بگی از مستند نه خواب چی دیدی مثلا نای کو چه شو خب خواب قبل مینی سریز گفتیم نه نه بعدش گفتیم با چی شروع کردیم آره, آره هفته خواب دیده واسم من آره یه خواب همینجوری که میدونید ما تمرکز خیلی اساسی روی خواب و اینکه خواب رو باید تحلیلی کرد باید بهش پرداخت چون از ناخداگاه آدم و باید بهش اصلا یعنی بله جان بخشید آره آره. چند روز پیش یه خوابی دیدم که اگزیکیوشن. توش قرار بود من و فرهاد خیلی صمیمی بشیم با هم بسیار <تصفح> نزدیک ما می بودیم تو خواب ولی میخواستیم بشیم قرار بود بشیم یه بحثش مطرح شد و دو طرف خیلی استقبال کردیم بعد انگار منتظر بود خوب که هر دو نفر هم مسیر و هم فکر باشن آره بعد نه، نه خواب تو خواب سوار پل برقی شده بودیم فرها جلوی من بود و من یه نگاه خیلی خریدارانه ای به ایشون داشتم قسمت تحتانی چی میگن فور پلی نه این قبل از فور پلی نه این لاس خوشگسته بشین هنو به فور پلی بیدار سریع به فراد گفتم فرهاد هم استقبال کرد خب اینجا که اتاق هست شما میتونید مشکلاتتون رو حل کنید و بیان اینا شوخی نیست باید شرایطش باشه ما برامون ارزش داره اینجوری نیستش که یلدی آره خوابای ما بازم بخیر بگو دی اون چیزی که <applause> بگو چه که تو بگو من فید میکنم دیگه خودتون بگید سوار پله برقی باشیم من نباید جلو باشم <applause> چون چیز چیز برای عرضه ندارم <applause> 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 اینی که بله شما جلو برید آقا یه صحبت چیزم بکنم که به ما میگفتن سری بحث و قطع میکنی آره خیلی کامنت تو بود که ایمان چه نمیذاره ابزورا طولانی بشن و فلان و اینا آقا من میفهمم بچه ها موقعی که حرفشون رو به اتمامه دیگه چیزی ندارم بگن فقط من 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 کنن و من درک میکنم ازشون برای همین سریع میبندم اپیزودو دلیل نه. برای این نیست می ربابت، ربابت که نذاریم کدوم روابط روابطی که تو بگی که برای خود کس نه, نه. کار ما به خود کس کرده اشتباهه میگن روابطی خوبن که توش بتونی سکوت کنی و به سنگین نشه نش. سنگین نشد. نشد. خب. تو اینقدر راحت باشی با طرفت که سکوت هم بکنی اوکی با. خب رفقا من میگم که ما که با هم راحتیم هم <تصف> <شمام تصف> <تصف> <سکوت> ما, <تصف> <تصف> ما که با هم که راحت ما با شنونده هم که راحتیم بینند همین سکوت میکنیم میریم یک ساعتی یک ولی شما ناموسن تا آخرش بیمیدید ما بتونیم مانتایز کنیم ولی میدونید که دارید به خودکست گوش میدید یا میبینید آره فکر کنید تو جمع مایید همه دور هم خوابیدیم <applause> شما تو توی ایران مهده کودک رفتین تو هم مهده کودک رفتین بعد بله. به زور میخوابوندن تو مثلا <تص> زورا فکر <تص> کنم تو <applause> نه من فقط یه بار خواب <applause> <applause> نه یعنی یه بار من یادمه خیلی خوابه مهم نه من آمادگی رفتم من مهد کودک نرفتم فرزاد هم مهد کودک رفتم آمادگی ا... یه سال قبل قبل مدرسه خیلی یادم پنج سالگی و شیش سالگی آره مهد کودک خیلی فسقلی هنوز باید بخوابونن ولی آمادگی کم ولی من یادم نیست که به خوابونده بشن ما ما خواب بودیم وسط ما چیز بود ما رو خیلی بده کجا می‌رفتی مهرپرور نه یه اسم دیگه داره مر اونی که سر اکواتون بود دیگه از جاده مخصوص میمدی بگو چی تو ذهنت رو بگو چی زیر بلوک 18 بود آخ پس یه جور دیگه میرفتی یا 17 یا 18 زیر بلوک یا 17 یا 18 آها معتقدم که مر پرورم میرفتم بعد مر هم گفتم تو ذهنم اون سر اکواتون نمیدونم بعد اونجا میرفتیم بعد خواب اجباری بود بعد دیگه من با مثلا چون میدونم مینا جون و اینا رفیق شده بودم دیگه اصلا یه دمون بودن نمیخوابید مثلا نقاشی میگردیم موقعی که بقیه میرفتن میخوابیدن ما کارتون میدیدیم تامو جری من خیلی دیدم واقعا کارتون میدیدیم مثلا بازی و نه نه تو تامو جری برام من اصلا عاشق تام اونجا عاشق تامو جری شدم جون کارتون داشت معت کودک آره بابا بابا معت کودک ما ما تئاتر بازی کردیم توش من چیز بودم من بودم همیشه تو کار وصلت حالا اگه بتونم فیلماش رو پیدا میکنم ولی اون چیزش یادمه میشه بده اون اون دیالوگش یادمه عقد و آره آره نه نه خب عوض شده بود یعنی مثلا اون میگفتش که الکهتو من الکهتو اولول و دو جفت کف شد و کفگیر و ملاقه خفش ده تا پیاله دو تا قالی کاشان زمین پشت قباله عروس خانم وکیلم اینو بچه 5 6 ساله آره حاجی میگفتم. میگفتم بعد عقد میکردم میدونی کیو حسنی که به مکتب نمیرفت مثلا ناخوناش بلند بود و موی بلند روی سیاه ناخونه دراز وا, وا, وا با یکی دیگر آره حاجی اختیارم حسنی تو داستانو آره آره <applause> ببین یه میکسومات عجیبی زده بودم توی من میگن چرا ما بزرگ اینجوری تو متاورس بودی تو سالها باید تراپی بده حسنی میخوای قبلا خونده بود این سیغه رو نمیدونم آره سنگینی به بچه داد اصلا چرا بچه با بره عقل بخونه مهم نیست این بود که اول حسنی بود بعد این مثلا موی بلند روی سیاه و اینا داشت بعد هیچکی باش بازی نمیکرد بعد میرفت هموم درست میشه بعد زن میگرفت دیگه من هم کی زنش میشه شو... یعنی کی به عنوان بانو بود یا نمیدونم الان زیاد خاطرم نیست من بیشتر سیبیلا رو از عزيز... دیج... آره نه پس با یک معلم ما ازدواج بین داستانی بوده حتما یه, یه دختر از یه داستان دیگه فکر کنم سیندرلا رو بریم سر اپیزودمون 20 قرار دوباره پر کردیم الان کلا نه هم یا لگاه شما میبینید اونجا رو این میزه باید سر الان بکنیم چجوری هر من میرم و درست میکنم ببین خب میگم هلو سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی ای از میزبان های این برنامه در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن سلام سلام جونام. سلام. یه از اینجایی ای که آهنگ پخش میشه اون لوگوه روشه ما نیستیم آره درسته ولی میتونیم باشیم میلاد ما رو بذار ما اومدیم جونم براتون میگه ما اپیزود 300 سیزار بیس پنجی دوباره برگشتیم با یه اپیزود با لبخند فکر هم دیگر هم آره آره. لبخند زنی ما فهمیدیم تو زهنش <applause> با یه اپیزود جدید دیگه جونم براتون میگم که اول دم برای بچه هم خیلی کامنت های خوب و خوش اومده بود خیلی به وی پی این مثل این که بچه ها علاقه نشان داده بودن ولی هیچ کس فکر کنم برای خودکست نمیخواست همه برای دوستشون میخواستن آره آره اونا رو آره اگه میخوایم ما میتونیم لایو استریم کنیم براتون شما کاتگوریاتون رو بفرستیم ما وی پی بزنیم اون آها آه. پس دو آره. چیزه دو... پس دو خودمون سانسورشی آره, آره. ما خودمون سانسور سانسورشی هست right. خدا فقط برای پادکست دیگه که ما مونتیزیشن رو بتونیم به حد اعلا برسونیم خب چرا فقط خب برن اون قسمت هم ببینن ما که اونو ارائه نمیدیم الان که هنوز هنوز کانتنتی اونطوری هنوزش دوست داشت برن ببینن بعدم میام پادکست نه آخه بعد دیگه با اون وضعیت با اون با اون خود بیا بیا دیدی که دست اعصاب خورد داغون دیدی که اعصاب خورد اصلا سرش هم نه تو پارلمان انگلیس یارو داشته پرن میدید داستانش چی بود نه بگو برام یارو داشته تو پارلمان تو نمیخواستی تو جالبا بگی نه نه اصلا جالب دیگه نداره اینقدر آقا سر شلوغه خود اپیزود جالبه مگر من گفتم بعد اون دیگه تو صحبت اون انقدر جالب شده تو پارلمان انگلیس یکی داشته پورن میدیده کرک و پر همه ریخته بود چه کاتگوری بوده چه کاستینگ بوده نمیدونم چی بوده بعد یارو نوشت یارو میگفت چی دیدی دی؟ اونجا چی شنیدی که حس کردی باید بری مثلا پورن ببینی امی. آخه مگه باید چیزی بشنوی یا چیزی بید. یه چیزی تحریکش کرده دیگه تو پارلمان انگلیس یه پشه <applause> نه یارو یه جوری قانون اساسی و اساس شرک کرد گفت <applause> بعد سه شد اینو <آشق> به میگفت <applause> یه دونه یه خانمی کمدین میاد اونجا بعد میگفتش که بابا اصلا تو وضعیت که تو نباید پرنوینی پرنو وقتی میبینی باید یا خودت به خودت لذت بدی دو دو تا کار میگه فقط با, با بکنی یا خودت به خود لذت تو من لذت یا آره یا گیر گرما تو کنی و به خودت لذت بدی این میگه چرا گریه کنی چرا گریه گریه نمیدونم اینو چه دقیق میتونم حد بزنم چرا ولی منم میتونم ولی اگه میشه منم میتونم ولی شما میتونید هر کی بخواد یه حسایی تو فایل اون چیز پورن میدیدن و یکی اون یکیم هم داستان این اورجی که توی ای بابا چقدر از ما سکشوال شروع اپیزود دو نه تو کنگره آمریکا بحثش بوده بحث این اورجی بس که لیک کرده که برنامه اورجی و اینا داشتن خیلی معروف چند هفته چند هفته از خبرش توی کجای آمریکا تو کنگره کانگرسمنا اورجی و کوکائین از رو داشتیم داشتیم. تو کدوم سایت ها رو میگه کشیم خواست بابا خیلی همه در راجعه استفاد میکنند بعد انجام شده فیلمش هم همه بعد همه مسخره میکنن که بابا کانگرسمن که اصلا نمیتونن اول باید یه لایهه بدن بودجه رو بگیرن بعد کلی کار جلو بره ببینن مثلا اون مدل میشه اون مدل نمیشه بعد میگه تهش یارو قضیه رو که در میاره فلانی میاد مخالفت میکنه و اصلا کنسل میشه خیلی جوکای اینا تنها جایی که فکر کنم کانگرسمن ها با هم دیگه به نتیجه رسیدن تو ارجی بوده دقیقه همینه ولی چرا قچه ای اینا ولی فکرشون تو کار نیست دارن اینا خیلی خیلی. فکرشون تو کار نیست فکرشون ولی همه شک داشتن که اینا میتونن یا نه گفتم اصلا خیلی زود شروع میشه و تموم میشه خب من خسته شدم چون پیرن دیگه خب قبل از این که جالبه خیلی جالب شد خیلی جالب شد قبل از اینکه جالب تر بشه تو برو برو تو اپیزود آره آره. <تبار> صحبت دیگه ای <نا. ده سؤال> نبود هفته هم نمیخوایم یه زن نمیخوام بدونم, بدونم هفته چی جی گذاشته ماشین فرها چی بود؟ میزر تکون دادی من آره ماشین فرها ما نگفتی چون پیدا نیست فر ماشین تو بگو چونه اپیزود رو بعدی بگیش کن من هم دارم ماشین سگمنت همین یازه میتونم خب رفت حالا پشت کارون آره 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 همینجاست خب خب دوستان داریم کسایی <میشنون> که میشنودم <میشن> اون خیلی احساس میکنم عذاب میکشن من آسوهای... اه... چند روز پیش مجبور شدم مثلا برم ریشمون برگردم بعد تو را گفتم که خب یک از اپیزودهای خودکسته بذارم ببینم که مثلا از از آدیویی چه جوری و اینا فهمیدم که خیلی ما فوکستیم روی ویژوال یعنی خیلی چیزایی که میگیم دیسکریپتیوه مثلا یعنی دیسکریپتیو نیست. همش روی ویژوال ما فوکسمون گذاشتیم ولی خب ببخشید دیگه بیاید یوتیوب ببینید تو مارتیزیشن کنیم کجه لوگو هم کجه یا لیسر خب بگو ببینم بهتر میشه سخته اون باز داریم به لوگو ورمیریم دوستان همش داریم ور میره من ما افتادیم به ور رفتن دور برگشت سر جاش خیلی پادکست خودمونی و آقا بیخیال بچه خیلی چیزه بهتر شد بهتر شد حالا کاش وسط برنامه بیفته همه بترسن بهتره چه خبر بگو ببینم چی داری برام اپیزود 325 من این هفته با دو تا تجربه براتون اومدم معنی نمیدونم دو تا تجربه براتون آوردم بله آره خوش شد... به آره هفته گز... دو هفته گذشته یه سری اپیزود رفتیم که خیلی به صورت آمیانه قرابت معنایی داشت با اینکه شغل کنید لذت ببرید هیچ خبری نیست بله یه قسمت راجبه آمورفاتی رفتیم که راجبه این موضوع بود که گذشته خودتون رو نه تنها بپذیرید که دوست داشته باشید تمام اشتباهاتی رو که انجام دادید اصلا میدونی این مستند جوردن که نگاه میکردم این چیز دیگه خفن ترین بسکت تو تاریخه به گفته همه بدون شک گوت میگن greatest of all time می میبینی این آدم هم یا اشتباه داره بعد مثلا ما کیم که انتظار داریم از خودمون اشتباه نداشته باشیم کیم کارداشیان. اون کیم که؟ کیم که؟ آها آره بعد چیز دیگه واقعا بریم همه این آدم رو نگاه کنیم همه اشتباه داشتیم تو اصلا اشتباه نکنید به حد کافی تلاش نکردیم از این کوتای چیز زیر کپشن آره انگیزشی زیر اکس اینستاگرام اگر که تو پاییز اگر که اشتباه نمی کنی یعنی که راه و اشتباه رفتی نه اشتباه به اندازه کافی تلاش, نکردی تلاش آره اون دو هفته پیش بود بعد هفته پیشم هم آقای هوشنگ و سگش راجب زنجیره علت و معلول صحبت کردیم که هیچ وقت ما نمیتونیم بفهمیم که ته این قضیه چی میشه چی برامون داره هیچ راهی هم نیستش که متوجه این موضوع بشیم تا اینکه تو آخرش سب کنیم و ببینیم این زنجیره در واقع به کجا میرسه صحبت هم این نبود که اون خرگوشه که پری جلو سگ باعث این قضیه شد یه زنجیره یه علت و معلوله که اینا به هم وصل میشه و در واقع اتفاق نهایی رو به وجود میاره اون اتفاق نهایی نه هم خیلی نمیتونی تو وستش کنی به یه علت خاص یه ام. دقیقا همین زنجیره است یه زنجیره است ولی داستان اینه که ما نمیتونیم الان بدونیم که چیزی که الان نسبت بهش حس بعدی داریم تجربه بعدی آیا در آینده هم همین جوری هست یا نه در آینده حس خوبی داریم به خاطر اینکه بهمون کمک کرده باعث در واقع یه سری پیامدهای مثبت و مناسب تو زندگیمون شده بله این هفته براتون یه لایف هک جدید دیگه آوردم هفته آینده هم احتمالاً میذارم تو کار دمنوش و کتابای انگیزشی و کلیپ براتون تو اینستاگرام میدم و لاحاف تختمون رو چجوری تا کنیم و اینا آره زدم تو کار لایف هک براتون که یه ذره فنگ هم انجام میدین ما من خونم رو بر اساس فنگ شما که بودید بله من که دیدی چی تو خوابم مرد ایمان که اومده خوابیده بود من رفتم خونه کارون خوابیدم واقعا رفتم خوابیدم نشون میده چقدر امن سپر انگار خواب سپر نه اون اول اول از 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 اون ورودمون بود دراز کش اومده بود من برای ماساژش بدم ایمان خوابید ما داشتیم فیفا میزنیم این هفته میگفت از مبلت و من کامل یعنی خوا... اصلا خواب خوب رفتی؟ تا موقعی که سفر من بیدارم دادش تموم شد میخوام بینیم سفر هیچ آره دیدی آدم ها بیدار میشن خیلی دوست دارن نشون بدن که خواب نمون بلند شده با یه تونه بالایی بریم بریم چیش باشه پاچه بریم من بیدارم فرزادم تو این کار نه من که خواب بودم من که خونه خواب خوابه فرزادم خوبی رفتم خازین منم خواب عجیب بود خدا قسمت ما هم مرتب خونه شما هم یه همیشه همیشه چه جالب پس بریم خونه خواب خیزه داره. آره شبا بریم اونجا بخوابیم آره این لایف هک براتون میارم دیگه اینجا باید عشق کنیم حالا این هفته من دو تا تجربه اخیرم رو خیلی بهش فکر کردم خیلی برام جالب بود دومیش جالب, دو جالب تر. ولی اول ش... اولی رو میگم ای فن زد این هم. چند وقت اخیر از سیزن جدید من شروع کردم به یه روند جدیدی برای آقا یازه, یازه نوشتم. آرزو کنم نوشتم. تاریخ چنده سیه یه روند جدیدی کوشم میخورید بله رو شروع کردم اینه که سه شنبه ها به موضوع فکر میکنم و یه مثلا جستجوی میکنم و یه ذره چک نویس رو کاغذ میارم مثلا ایده ها اینا و اینا پنج شنبه موضوع رو کامل مینویسم یعنی <applause> <متصفيق> این ورقه که روزای زوج ورزشه <applause> خیلی سفت و سخت روی این برنامه پیش میرفتم که حتما باید سه شنبه من به موضوع فکر کرده باشم چک نویس کرده باشم یه سری ایده پنج هم کامل به نویت بعد کلا هم همیشه اینجوری هم آدمی هم که خیلی سفت و سخت یه چیزایی برای خودم تعریف میکنم که باید مثل اون پیش بره بعد اگه نره اصلا فکر میکنم نه دیگه نمیشه یعنی این هفته فرض کنید یه سه شنبه اگه باشه که نتونم میز کنی اون کار رو انجام بده فکر میکنم دیگه نشده خب بعد چند هفته پیش هفته پیش یعنی سه شنبه خیلی خسته بودم اصلا ذهنی آمادگی چنار اینه یاد شما داستان تو طولان شد بچه ها خواهشون یه خمیاز اینقدر بوری صدای خمیازش مثل صدای خیر سود نه من خیلی با من دیشم درست نخوابیدم اسم خونه کارمون برم قهورم خوردم اشتباه کردیم قهورم خور من خواه میگیره قهورم خورم آره بعد سه شنبه هفته پیش من خیلی ذهنی خسته بودم اصلا نرسیدم نه به موضوع فکر کنم نه چیزی کلش رو خواب بودم بعد پنج شنبه هفته پیشم با امید اصلا رفته بودم بیرون این بخش سیکشن امید هفته رو باید داشته باشیم این باعث شده بود که من مثلا نگران بودم او چکار میتونم بکنم اینا بعد از بیرونم که برگشتم خیلی حسش نبود ولی یهو مثلا در واقع تلاش کردم که <applause> این هیتفون یه ذره کهنه شده از کسایی که فقط الان میشنون <applause> به دست یه سری هیتفون برای همه بگیرم آره تلاش کردیم آبیه. که تلاش <تصفيق> کردم <تصفيق> اون خیلی خودم رو درگیر اون رونده نکنم به این فکر نکنم که حالا چون روند هفته های قبل انجام نشده مثلا کار دیگه در نمیاد و اینا و اتفاق جالبی که افتاد به محض اینکه شروع کردم اینجوری فکر کردن یه ذره ذهن هم باز شد مثلا همون شب یه اون داستان د نووا افکت رو دیدم من جمعه ظهر وسط یعنی بعد اینکه وسط کار بعد اینکه غذا خوردم اپیزود کامل نوشتم این بر من خیلی تجربه جالب میگم چون من همیشه خیلی مثلا سفت و سخت برای خودم تعریف میکردم که چی شده؟ نه 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 فکر خیلی سفت و سخت تعریف میکردم که باید طبقی روال خیلی خاصی پیش بره تا کار انجام بشه چی <تصوی> <تصوی> ای این دوتا <تصوی> خیلی بازی گوش <تصوی> 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 با من چی کار کردم مثلا من با این آیکای نک داشتم موقعی که تو خندیدی من هم سرم پشت کنم به تو برد نمیذارند بعد داستان از این قراره که یاد چی افتادم یادم هم مدرسه ها معلم دارن حرفی زنن مثلا معلم دارن حرفی زنن بچه دارن میخنن بری نه نه الان نه ما چرا داریم میخنیم آخه هره اینطوری نیست که جلومون گرفته باشن نتونیم بخنیم میدونی میدونم من بگم ایمار آروم شوریگه از صدا دادن تو میکروفان بعد فراد شکر بگم هم گفت نه من نبودم آره <تص> صدا یه درست چیم داره با صحبت میکنه آره این داستان تجربه <تص> شما یه که من اینه که قدیم راجبش صحبت کردیم که مغزای ما الان خیلی اوور یعنی اینکه ما حالا از صبح که بیدار میشیم داریم با کامپیوتر کار میکنیم وقت استراحتمون سرمون تو گوشیه کلا مغز ما همش در حال پردازش اطلاعاته درست این باعث میشه که خیلی بیش از حد تحریک شده باشه توی حالا اون تتاکی هم که دیده بودیم راجبش من صحبت کردم طرف اینجوری مثال میزد که شما اگه یه اتوبان رو در نظر بگیرید سرعت حرکت ماشینا اینکه چقدر روند ترافیک سریع حرکت میکنه به این بستگی نداره که سرعت ماشینا چقدره تک تک ماشین به این بستگی داره که چقدر فاصله بین ماشینا هست خب یعنی که اگه همه ماشینا مثلا 140 تا برن ولی خیلی تعداد زیادی ماشین توی اتوبان باشه همچین چیزی نشده نمیتونن 140 برم. در صورتی که اگه فاصله باشه بینشون بین ماشین ها اون, اون روند ترافیک میتونه سریعتر پیش بره روند کلی ترافیک حالا این ماشین ها رو تک تکشون رو میتونید به افکارتون تشبیه کنید اتوبان رو به ذهنتون ذهنی سریع میتونه سریعتر میتونه کار کنه که خلوت باشه که ام. یه عالم اطلاعات رو بارش نکرده باشید که پردازش کنه خب حالا یه ذره علمی تر راجع به صحبت کنیم ظاهرا یه یه بخش هایی توی مغز هست به اسم DMN Default Mode Network که میگه این بخش ها با فرکانس پایین فعال میشن وقتی که شما در حال استراحتید <applause> وقتی که توجه شما به درون خودتونه نه به دنیای بیرون یعنی چی یعنی اینکه مشغول پردازش اطلاعات از دنیای بیرون نیستی چیزی نگاه نمی کنی, چیزی نمیخونی کار نمی کنی سر تو گوشید نیست همونجوری نشستی مثلا سقفو نگاه میکنی میگه اون بخش های مغز فعال میشن و اون بخش های مغز ارتباط دارن با حالا اتیکس آداب و اخلاق با حافظه خلاقیت و عزت نفس شد. خیلی دقیقا خیلی چیزای مهم میان شما اگه خلاقیت رو حالا من خیلی جدیدن بهش اشاره میکنم از دست بدید زندگی پیش نمیره لذت بخش نیست اگه عزت, عزت نفس نداشته باشی یعنی برای خودتون ارزش قائل نباشی که هیچ اصلا دیگه, دیگه ول معطلیم زندگی ارزش میشه دقیقا این بخش ها وقتی فعال میشن وقتی بهشون ارزش بیشتری نهاده میشه که شما توی مودی هستید که هیچ کاری نمی کنید ام. بعد برای خود من این تجربه یه حالت پارادوکس توری داشت پارادوکسش اینجا بود که کمتر کار کردن من باعث بازدهی بهتر من شد <applause> یعنی من وقتی خسته بودم اون سه اصلا دست به پادکست نزدم همش نگران بودم و نمیگم <applause> اصلا میدونستم قرار این اتفاق بیفته اصلا نمیدونستم نگران بودم پنج شنبه دوباره دیر شده بود نگران بودم ولی همین که مغزم رو زور نکردم که توی حالت خستگی بشینم پاش پای پادکست نوشتن این باعث شد که اتفاقا مثلا مثلا یه روب ایدهه به ذهن من برسه و بتونم فرداش مثلا راحت بنویسه آخه این پارا... برای خود من خیلی جالب بود برای خود من که من همیشه فشار گذاشته بودم رو خودم که کمتر کار کردن باعث بازدهی بهتر میشه بازده بازده بازدهی بهتر یعنی اینکه شما اون کاری رو که مثلا توی حالت عادی ممکنه تو پنج ساعت انجام بدی اگه استراحت کافی به مغزت بدی بذاری اون خلاقیت روشن بشه بذاری استراحت کنه مغزت اون پنج ساعت رو تو یک ساعت انجام میدی در صورتی اگه نشسته باشی هی زور بزنی هی خسته خ... میگن برن اوت میشی هی خسته تر بشی بازدهیت وحشتناک میاد پایین این آخه موقعی جا میده که تو آزادی عمل داشته باشی دیگه این دست خودت باشه اگر که مجبور بودی چه میدونم اون یه کاریو سه شنبه تحویل بدی دیگه مجبوری سه شنبه تحویلش بدی بعد میشستی برن اوت میشودی در سرویس میشود تا مثلا کار به یه جایی میرسید حالا مطمئنم اون کوالتی کیفیتی که نیاز داشت و نداره یعنی فقط یه کاری رو تحویل میدادی خیلی از حالا اتفاقایی که میفته توی الان آدما اون آزادی عمله رو ندارن یعنی یه مدیری هست یه کارفرمایی هست که اون دانشه رو نداره که نمیدونه که مثلا نباید آدما رو در اونطوری تحت فشار قرار بده و مجبور میشن اینا مثلا تحت فشار کار بکنن و همینطوری این رونده این سایکل ادامه پیدا میکنه دیگه ببین من برای اونم دقیقا مثال دارم من سر کارم اینو تست کردم یعنی اینکه خب اونجا باز ددلاین داری دیگه باید سر یه تایم یه چیزی رو انجام بدی فرض کن شما حالا به یه مشکلی میخوری میخوای یه چیزی رو حالا تو کامپیوتر دیباگ کنی خب اگه وقتی خسته هی بشینی زور بزنی این اصلا جلو نمیره آره ولی وقتی که به خودت استراحت بدی ددلاین هر موقعی که باشه باشه اگه تو مثلا 5 ساعت تو ددلاین داری 5 ساعت تو عینن بشینی زور بزنی کار جلو نمیره ولی اگه یه ذره به خود استراحت بدی ممکن مثلا 5 دقیقه قبل ددلاین کارو انجام بدی و در ادامه حرف تو برای این کارم ما داری که من شنبه بعد اپیزودم آماده باشه حالا سه شنبه شده شنبه اره 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 فرقی نداره تو اگه زود شروع کنی به قضیه ولی فشار ندی خودتو این تو همون اپیزود خودت هم بود که میگفتی حوصله سر رفتن چیز خوبیه آره. خب یعنی مثلا شروع کنی بعد تا جایی که میتونی خب جلو ببری ولی اگه یه جایی میبینی بازدهیت اومده پایین بذاریش کنار اون مغز تو حالت حالا این DMN که دیفالت مود نتورکه وقتی این بخشای مغز فعاله خلاقیت داری ممکنه یه هوی ایدهی به ذهنت برسه که خیلی راحت تر در واقع اون کاری که باید انجام بدی رو با بازدهی بهتر جلو ببری و اون ددلاینه همیشه هست برای پادکست حالا میگم سه شنبه نبود شنبه است من شنبه در هر ساعت باید اینو برسونم ولی اون فشاری که من میذاشتم که من سه شنبه موضوع مو انتخاب کنم همیشه شدنی نیست ام. و خیلی تصادفی من اینو فهمیدم اصلا آدمی نبودم که این سبک زندگی رو بلد باشم ام. ولی تصادفی دارم دقیقا وقتی که من کنار گذاشتم فشار ندادم خودم که این موضوعی در بیارم بازده این شد. تو. بگو تو بگو ببین یه خط باریکی هم هست حالا من دارم میبینم نسبت به خودم این حرف رو میزنم بین اینی که تو میگی و اینکه اون سندروم چی بود میگفت سندروم دانشجو آره استودنت و اون پروکرستینیشن و عقب انداختن و اینا یعنی اینکه بتونی اینو مدیریت بکنی که هم به نحوه احسن این صحبت که تو میکنی ازش استفاده بکنی هم, هم اینکه از رو حالا تنبلی یا هر چیزی که از اون پروژه رو عقب نندازی هی hey, بخوای پشت گوشش بندازید میگم من الان دارم به خودم هی فکر میکنم اینم چه جوری میشه اصلا هر که کارو خوب... میزنه اینه که خوبی از توش تو باید بذاری نه اینکه مثلا کار اصلی تو انجام ندی بری مثلا چه ویدیو گیم بازی کنی این میگه که بذاری شل کنید بخوای... کاری آره هیچ کاری نکنی نباید. نباید چیز کنی مشغول کار دیگه ای بشی آره آره آخه میدونی الان توی جامعه الان آشان من به شما چون میخندین من پشتم <immen mesela> تو جامعه الان احساس میکنم این هیچ کاری نکردن رو انقدر بهش بد نگاه میشه و انقدر مثلا دبقا. مثلا ما که بچه بودیم ما دو دقیقه میشنستیم مثلا اینطوری بود که خب مشغلت نشدی نهشتی اینجا مثلا خوندی اینجا نشستی آره. میگم همیشه اینطوری بود که هیچ وقت نبود که تو بتونی بشینی و هیچ بشید. کاری نکنی آره یعنی اون هیچ کاری نکردنه معمولا به با تنبلی در واقع یکی شناخته میشه و با اینکه مثلا تو از زیر کار در رفتن یکی شناخته میشد و برای همین الان هم موقعی که میخوای هیچ کاری نکنی یه ذهنیت خیلی خودت نسبت به خودت ذهنیت بدی داری خودت با خودت آن بنی اون موقع ببین این دقیقاً حرف تو درسته همه اینجوری فکر میکنن ولی فکر می‌کنم مثلا دلیل شد. این که الان اکثر آدما رو که تو ببینی ناراضی هن. همه یه سری مشکلات حالا درگیری میگفت در... نه ایمان میگفت چی میگو؟ میگفت فرقی جده پرشنده آره همه یه سری در واقع جنگ با خودشون دارن در واقع همه ما یه سری در واقع من بدگوی ایرادگیر توی ذهنمون درست کردیم که yeah, این که اینا همه از اون چیزایی میاد که ایمان میگه فشاری که اون جامعه میذاره که تو مثلا mm -hmm. کار نکنی بهت میگن تنبلی و اینا ولی خب آ... انیشتینه که میگه احمقانه ترین کار اینه که تو یک کاری رو هی انجام بدی به یه شک و انتظار داشته باشی نتیجهش عوض شه <تص> uh, نه میگه <تص> که the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results ما همین رو همین گفتی؟ بله. به انگلیسیش بود. شما واسه شنونده انگلیسی. شما تو تئاتر اینو حفظ. نه <applause> کی میگفت؟ نه اینو توی بازی فارکرای 3 میگفت اولش. فکر کنم همین بود. حالا تو از اونجا چیز کردی. شخصش خیلی چیزه، مفهوم مهمه که دقیقا همین فرهنگی که ایمان میگه تو تمام فرهنگ ها هست شرق بدتر اینجا هم به نفع خودش هست که مثلا بچه رو زور میکنم بره کارشو انجام وقتی بزرگی دیگه این تو ذهنت نشسته که نه من اصلا الان بشینم سقف و نگاه کنم کار بدیه آره. الان من بشینم سقف و نگاه کنم کار بدیه در صورتی که تحقیقات ظاهرا داره نشون میده که کار بدی نیست مغز داون تاون داون تایم نیاز داره تو داون <تصفح> یک دو اینکه اون که میگفتن مغز توی فشار بهتر عمل میکنه ظاهرا افسانه است خیلی چیز علمی نداره اینکه میگم ما توی محدودیت و آدم و تو محدودیت ستاره ستاره, 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 میشن اشتباه حالا اون یه <تصفح> ذره فرق داره ولی اینکه مغزت تو فشار بذاری فکر کنی بهتر ام. کار میکنه این درست نیست من حالا به شخص دیدم یه وقتی که اصلا انتظارشون رو ندارم یهو یه چیزی رو حل کردم که وقتی داشتم زور میزدم حل نمیشد این بازی چیز رو ایمان انجام داده It takes two. یه بازی خیلی باحالیه که تو مثلا یه دو نفر است حتما بازی کن. چش. ببین اصلا بهش گفتم. او it changes your life. Trust me. نه 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 کسایی که روی پلی ولی کسایی که مثلا یه پارتنر دارن یا مثلا دوست دوست دختری دوست پسری دارید با هم بازی کنید خیلی باحاله آره حالا آره، نه هم... از از با برادرش بازی کرده با هر کسی میتونی بازی کنی مهم نیست اونطوری چیز یه... دیگه داره دیگه یه اینتیمیسی بیشتری داره آره داستانی که دو تا کاراکترن که باید به کمک همدیگه یه سری مسائل رو حل کنم. بعد من یادم میاد اینو بازی میکردم یه چیزیشو نمیفهمیدم چه باید انجام بشه hey, فکر اونجا نگاه کردم این نشد پاشا رفتم مثلا آب لیوان آب بریزم اصلا به اون موضوعم فکر نمیکردم یهو فهمیدم این دقیقا مثال همین قضیه است وقتی که مغز تو آزاد میذاری به اون زور نمیزنی که اون ایمان دوباره اونجوری شد اصلا گوش نمیده به تو میخواد حرف تموم شه خودشو خودش رو بزنه نه جی زیاد اومد بگو فکر راجب جملات تموم نه آره بعد <تصفح> 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 خودت رفت چی می‌خواستی بگی نه نه همین این دوباره مثال همون قضیه است که وقتی که زور نمیزنی اون کارا رو انجام بدیم مثلا به فشار بیاری وقتی انتظارشو نداری یه حد خلاقیت خودشو میشه. میگم دلیلی که بعضی هم مثلا میگم میرن تو دستشویی یه سری مسئله رو حل میکنن هم... شاید همینه دیگه چون اونجا واقعا فقط به دیوار داری زور میزنی زور داری میزنی اگه گوشی نبری آره. دستشویی هموم راه رفتن اصلا میگه بهترین کار برای اینکه اون دی ام ان فعال بشه اینه که بشینی سقف رو نگاه کنی آسمون رو نگاه کنی هیچ کاری نکنی میگه اگه نمیتونی اون کار رو انجام بدی مثلا یه کاری انجام بدی که اون موتور روشن روشنه ولی فکر لازم نیست بکنی مثلا جارو بزنی یه کار روتین خیلی راحتیه دیگه ولی اون موقع مغزت داره کار میکنه حوصله‌ت هم سر نمی ماشین بشوری این قار... یعنی میگه اونها هم دو... اوکی اگه نمیتونی بشینی سقف و نگاه کنی مثلا راه برو اما دستشویی رفتن خیلی موثره تست کنید بدون گوشی اگه تونستید برید تست کنید خیلی تاثیر داره زیر دوش مثلا ماساژ میدن اینا جاهایی که اون چیزه فعال زیر, زیر دوش ماساژ نه نه اینو <تصفح> <تصفح> داشت <تصفح> اون موقع دیگه به هیچی نمیتونید نمیتونی فکر کنی اگه زیر دوش ماساژ بدن دیگه به فکر دی ام کنید بگم الان حالا یه مشکلی دیگه هست مثلا حالا شخصا برای من اینطوریه من هر کاری که میخوام بکنم یه کار دیگرم رو همراهش انجام بدم مثلا اگه میخوام جارو بزنم بعد پادکست گوش بدم یا مثلا ببینم یا مثلا میخوام، داشتم فکر میکنم مثلا من بخوام برم راه برم باید مثلا یه آهنگی تو گوشم باشه میدونی چی میگم؟ یعنی انقدر احساس میکنم به اون سیمیل بودن مغزم ادیکت شدیم یعنی این ادیکشن تقریبا. تقریباً تقریباً ادیکشنه تقریبا ادیکشنه. تقریبا نه، تحقیقا ادیکشنه, تقریباً ادیکشنه. <applause> دقیقا همه ما معتاد شدیم خیلی وقت بود نگفته بودیم آره آره آره, آره. 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 منم شب قبل قبل حالا اینکه کار اینطوری بشه و اینا حتما با پادکست گوش میدادم ها خارم. کاره فکر کنم کارون اینطوری بشه نه خارم خارم کار این طوری این طوری شده, بلی شده. بلی الان دیگه انقدر خستم دیگه خستگی میندازه ولی این... مثلا تمام هم من میرم پادکست میذارم خب من منم همینطوری هم آره بعد بل... همون لحظه که دارم این کار میکنم میدونم کارم اشتباهه یعنی زو... سودی نداره براتون اون اطلاعات به شما هیچ کمکی نمیکنه آره فقط او... خسته میشه اون, او تنهایی حالا تجربه من اینه اون تنهایی اذیت هم میکنه تو هم همون هم آره چرا <تصح> اینطوری با... اذیت میکنه میکنم حس میکنم که باید یه یه <تصح> کاتالیزوری باشه مثلا میام کاتالیزورت میشم باش اتفاقا خیلی خوبه میگن دیگه این دی که فعال میشه شما ارتباطتون با دنیای درونتونه چون میدونید تمام جواب ها در درون شماست اینطوری که میگی داری از ارزشش کم میکنی دیگه ارزش اپیزود ندین توش لطفا خون باشه نه واقعا همه چیز از درون ما ببین حالا اون روز من با مشاورم رو به این موضوع صحبت میکردم میگفت مثلا فرض کنید که یه بچه یه کاری میکنه مثلا یه لیوانی رو میندازه میشونه خب بعد تو یهود ناخداگاه جیغ میزنی این جیغ تو اصلا حتی معنیش هم این نیستش که تو بخوای بچه رو دعوا کنی ولی ممکنه بچه دقیقا برداشت اون ممکنه این باشه که تو داری دعواش میکنی محیط برای بچه ناامن میشه اصلا مهم نیست واقعیت درون تو چی بوده اون در درونش این حس ناامنی رو کرده مهم. همه چیز از درون ما میاد بیرون یعنی ما فرض کنیم توی یه میتینگی نشسته باشیم یکی یه حرفی میزنه به ما برمیخوره اصلا اون یارو براش ما مهم نبودیم او یه حرفی زده این که به من برخورده از درون من اومده بیرون که به من برخورده ببین بعضی موقع بعضیا باید حرفی که میزنن تو جمع فکر بکنن یعنی اینو هم همیشه یعنی نمیتونی بندازی تقصیر خودت آه. یا روی وقتی طرف اولاقه طرف علاقه. <applause> این باید بهش بپردازیم یک کمی شخصی شده هنگاه نه 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 این اینو باید, <تصفح> 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 اینو, باید اینو باید 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 بگی نه نه بعضی موقع اینم من قبول دارم و شاید اصلا توی اپیزود رفتی در مورد اینکه اصلا برداشت ما نسبت به مثلا کارای بقیه بعضی موقع خودمون اذیت میکنه ولی بعضی موقع واقعا مثلا کارای بقیه هم اشتباهه یعنی دلیل بر این نیست که من به این برخورده فقط مشکل منم بقیه هم یه رفته طرف هم من دعوت میکنم بعضی از آدم رو که به رفتارشون و افکارشون و به حرف که میزنم فکر بکنم بعضی موقع قبل از اینکه بیاد بیرون نه باید گفت چیزی که باید گفت و باید گفت درسته اون قطعا درسته این هم درسته آره یه وقته که خب ممکنه به شما حمله شده باشه ولی یه وقتی هم هست میگم واقعا من اینو دیدم من اینو چون تو سر کار دیدم توی یه میتینگی میریم مثلا یکی داره یه ایده ای میده بعد نفر بعدی هم میاد ایده خودشو میده یا مثلا ایده نفر قبلی رو نقض میکنه یا داره عینا همونو میگه با یه ادبیات دیگه بعد این آدمی که نفر اول صحبت کرده من دیدم که ناراحت شده اصلا اون نفر بعدی اصلا ممکنه حواسش نبوده, نبوده باشه, باشه. هدفش این نبوده باشه که اکثر مواقع همین وقتی شخصی تو فرهنگ ما همه چیز شخصیه ولی لازم نیست اونطوری باشه اصلا راحت تر میشه زندگی کرد یه سری دمنوش هست اینا رو بخورید دیگه هیچی براتون شخصی نیست رو. من یه دو تا چیزه نه نه میریزن تو آره اون هم براتون مهم نیست یه یه جایی بودم یکی جمله گفت بیشتر برداشت من شبیه حرفی بود که ایمان داره میزنه که چرا این شخص رو گفت بحث حالا بیزینس اینا بود اون شخص گفت که فرق بین کسی که مثلا پرش سواره با کسی که مزدا سواره بعد من مزدا سوار اون لحظه خب من بودم چه میزنی مثلا ولی هی که بهش فکر کردم اینا کاملا مشخص به اون شخص حالا اینو از رو قصد نگفت که مثلا بی احترام میکنه به من یا حالا هرکی که مزدا داره یا پرش نداره میخواست یه پوینتی رو برسونه از لحاظ حالا میگم یه بحث اسپسیفیک کاری بود ام... من همون لحظه یه ذره چیز شدم یه ذره حالا شاید به برخورد و اون احساس تو داشتم ولی بعد که بهش فکر کردم خیلی بزن آره، بازم بازم اشتباه این حرف کامل اشتباه میدونم یعنی بخوای یکی رو جاج بکنی بر اساس ماشینی, ماشینی ماشین. که سوار میشه حالا میگم من حالا شاید کانتکس اون نه نه کانتکس نگفتم آره نه زیاد مهم نیست من اینکه میگم مهم نیست این تایپ حرفا اشتباس آره نه من دفاع نمیکنم از اون حرفا آم... شما هم آدمی هستی که طرف دیر از پارک اومد بیرون براش کپ بعد اینو اوکی باش صد درصد اوکی آره من حالا الان ببخشید که اپیزودم های جک کردم چیزی گفتم اصلا من اینجا نگاه کنم اینجا پیش بینی شده است گفته گو بچا گفته گو بچا من الان حالا بر اساس صحبت هایی که با حالا ترپیست هم داشتم اینا روی اینا خیلی الان فوکس کردم روی حرفایی که اذیت هم میکنه بقیه ها میزنن و حالا برای من اینطوری بوده که حالا شخصا اینطوری بوده که من معمولا روی حرف آدما مثلا در پوش میذاشتم گفتم که مهم نیستی حالا حرفی که میخواست بزنه مهم نیست منم هیچی نمیگم اون به قول حالا اون هم میگفت خشم رو میریخته تو خودت که بخوای بروزش بدی حالا بر همین خیلی آگاهانه دارم نسبت به این چیزا مثلا فکر میکنم کسی که صحبت میکنه میبینم که با علایق من مثلا حرفی که زد منطقیه میخونه مثلا من نسبت بهش چه ریاکشنی دارم و اینا برای همین گفتم الان. کسی شخصی بر ریاکشن نشون میدی یعنی آره دارم خیلی سعی میکنم خیلی سخته ولی باید ریاکشن نشون بده چون ببین حالا حرفی اگه... که اون میزد میگه که اگه ریاکشن نشون ام. ندی تو میریزی تو خودت بعد موقعی که میریزی تو خودت چیز میشه خیلی وقت دارم جدی صحبت میکنم یه میشه راهنمایی نمایی میگه که خودتو سرزنش میکنی به خاطر کار اشتباه یه نفر دیگه مثلا حرف اشتباه یه نفر دیگه تو خودت صدم میبینی با اینکه اصلا توش اصلا دخیلم نبودی بعد خودت هم سرزنش میکنی چرا اون موقع حرفی نزدن آره دیگه کلا میفتی توی سایکلی که نه اون موقع ریاکشن درست نشون دادی نه به اون طرف فهمونی که مثلا حرفش اشتباه بوده هم خودت هم سرزنش که کلا اذیتات همش رو خودت سوار میشه و ما مثلا خیلی هم هست که توی مثلا در مواجهه شده مثلا با بزرگترهای فامیل مثلا کسی که سنش از ما زیاد تره ما خیلی رو اینجاست مثلا در پوش میذاشیم دیگه مثلا طرف مثلا 60 سالشه مثلا من چی بهش بگم نه طرف حرفش اشتباه حرفش اشتباه دیگه اصلا مهم نیست که چند سالشه حالا این دیگه ریشه در مثلا میگوشه که ما مثلا یه سری القاب مثلا به یکی میدیم مثلا این تو طرف چه میدونم عموی منه چون خاله منه فلان اینا میگم القاب زیاد معنی نمیده چون فکر کن یه مرد غریبه است اون به خاطر اینکه حالا خاله تو حرف اشتباهی که میزنه که درست نمیشه که این بده تو سن سی نشستم بایش. اینجا دارم شدیره. نه زیبا بود خب به حرف خوبی زدی خوب. سن برو احساساتتون سا خیلی عجیبه خیلی بده خیلی هم بده آره بعد باحال ولی سخت دیگه ده ده. حالا یه تجربه که من دارم خیلی فیزیکلی حتی دیمندینگ این سشن چیز یعنی آدم از لحاظ من بدنی خسته میشم آره. خیلی مشاورم میگم به هرکی بگی میگفت یکی از مراجع کننده هاش مثلا میومده گریه میکرد و اینا بهش فشار میمده و میگفت برم به دوستان بگم میام پول میدم گریه میکنم به فشار می می این فشارم میاد میام دیوونه این کارو میکنی ولی خب این فشارها موقتیه و آینده بهتری در انتظار نه حالا میگم این توش چون که اینجوری که میگی خراب میشه من خودم بهم خیلی فشار من چند ساعت قبل جلسه مشاوره روم فشاره آه، رو فشاره, فشاره. من, من رو فشاره هم 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 میخوام کنسل, رو کنسل رو کنم راحت یه روز بعدش هم بستگی به مدلی که جلسه پیش رفته, پیش رفته داره. داره, داره. من هی میخوام کنسل رو کنم شد ولی روم فشار میتونه باشه توی طول روزی که مثلا اون موقعی که چون معمولا شب چیزای من من تو طول روزم میفهم کنم که کنسل کنم بعد موقع که مثلا میرم چون که اینطوری که خب من الان مثلا بهت میگه که به این جوش فکر کن بعد تو تو ذهنت حالا چیزی که بنده خدا همیشه خوش میگه میگه که ذهن ما خیلی باهوشه موقعی که میخوای از قسمت امنش بیای بیرون همه کار میکنه که نتونه مثلا این اتفاق نیفته مثلا با اینکه تو طول هفته به یه چیزا فکر کردی کلا از ذهنت همش میپره یعنی <تصفح> بعد اون موقع مثلا اینطوریه که شرمندم چون چیزی نداری سر هیچی مثلا من به هیچی فکر نکردم اینا ولی آره واقعا من هم م... مو... توی کل روزش بد اخلاقم خوش اخلاقیم برای اون مدت زمان مثلا جلسه هست شاید مثلا راحتم یه ذره ولی بعدش, دوباره اذیتم خیلی اذیت یه سال چه چه تایم از روز اصولا میری یا یازانیم شب بی من دقیقا میجوری هم آره. با ایران صحبت میکنم آره. من تجربم چون با اینجا بعده. صحبت میکردم تایم بدیه اون تایم بدی هست آره قبول دارم ولی یه ذره برای من خوبتره که به خاطری که تمام اتفاقای روزم تموم شده یعنی نیاز نداره که بعدش نگران چیزی باشم آره ولی آدم اگزاستد از لحاظه آره منم این فیزیکلی که گفتی چون من تجربه همین بود که بعد کار مثلا دوباره تایم زون یه جوری بود که بعد, بعد کار صحبت میکردم بعد اونم خیلی سخت بود یعنی فیزیکلی واقعا سخت میشد برام کلا سخته همیشه نه کلا آره این این پروسه اصلا ساده ای نیست حالا مثلا برای حالا منی که واقعا احساس میکردم که نیاز وجود داره آره کجاشو دستو اینجا از کجا شروع کنم در نظر گرفتن აი თმა YouTube-ზე აბა მე ببینი دیگه این دیینو نمیشه بعد نمیشه دیسکریپشن کلامورا خیلی سفت بودی و چیزی رو بیرون درز نمیشه اوپن تو اینترفისი هر روزم انیویز احساس میکنم خیلی داره ترپی سیشن میشه تو چیز دومت هم داری بگی بله <سخن> دومش خیلی جالب تر هستن بگو چون یه ساعت داریم سوال میکنم کسی به اون نگاه می خدا های کلی من میگم یکی دیگه نگاه کنه. من گرده رو دارم چون دارم میبینم نیش که نه من میدیدم آره خدا های کلی مثلا نیم ساعت گوشه ندیدم ولی قبل از اون نگاه کرد. دومش خیلی جالب تر و لایف هک قشنگ تریه جونم بیشتر کمک میکنه بگید نه, نه. اولش کمک کرد ولی دومیش برام جالب تر اینه که اون سه که ما باید شد رفتیم بیرون که خاطرش رو قرار اپیزود بعد بگیم من فردش رفتم جیم خب روز زوج بود و بعد میرفتیم بعد حس میگم خیلی خستم یعنی رفتم فرستینه بزنم حس خستم و کردم شاید چون شب قبل تا دیر وقت بیرون بودیم نمیشد کار نمیکرد بودن من نبودم و حالا مثلا همیشه اون رو که من می‌زدم دو, دو تا راند اول رو با یه وزن خاصی میزدم دو تا راند بعدی رو یه وزن میرفتم بالاتر دو تا راند آخر رو یه وزن دوباره رو وزن اولی شیشتا ششتا زنی... ششتا ست زنیش... آره. بعد اون روز همون راند اول شروع کردم ف... نمیشه <laughs> راند یک زدم با همون وزن اول راند دو زدم این راند سر رو طبق روال قبلی من باید میرفتم یه وزن بالاتر نرفت حالا وزن که میگم مثلا رزازاده نیست یه 50 کیلو اضافه بعد راند سه رو حس کردم که نمیتونم برم گفتم بذار با همین سبک ادامه بده اصلا 6 تا رو با سبک بزنم سه رو زدم با سبک داره بعد اینجا دو دل شدم گفتم که نرم وزن بالاتر خب حال نمیده, نمیده. بعد اینجوری بودم ولی برمم نمیتونم مثلا 8 رو بزنم خب به خودم گفتم که اشکالی نداره برم وزن سنگیتر هشتون از اونم تا بزنم خب. راند چهار رو رفتم وزن سنگینه پنج تا زدم راند پنج رو وزن سنگین شیش تا تونستم بزنم راند شیش رو همون هشتا رو با وزن سنگین زدم شل کرد آره این هم دومان... یه کشیدی در واقع آره خیلی اتفاق جالبی بود و شما گوش میدید براتون احتمالاً جالب نیست نه چرا, دو... چرا؟ معکوس کشیدی کجا اومد اونجا نمیتونست با اون شدت او... پیش بره داد دنده رو پایین با با کوچیک‌تر آره رفت بالا. همیشه من خدا مجبور میکردم که یه تعداد مشخص با یه وزن مشخص اصلا همیشه یعنی آره تو مستن... زندگی ده ده خیلی زندگی استراکچرده احساس می‌کنم خیلی بده خیلی بده همینی که میگی و خیلی بده خب یه تعداد مشخص با یه وزن مشخص همیشه هم دیدیم که مثلا فیلم هم با اراده باید بری دو اینا اینا اصلا اشتباهه خب ولی به محض اینکه من به خودم گفتم که اوکی کمتر بزنم <laughs> ولی همیشه بزنی <laughs> آره ولی وزن رو ببرم بالاتر حالا تعدادش 80 نشد شد 5 تا اوکیه داستان فراتر از حالا یه وزن زدنه داستان چیه؟ اون لحظه که من اون تصمیم رو گرفتم در واقع تمرکزم رو از روی اوتکام یا پیامد یا نتیجه کار گذاشتم رو پروسه کار خب که این خیلی مهمه حالا ما که اینجا یه تجربه خیلی ساده است و کسی نیستیم آقای کریستوفر نولان کارگردان که دهلن. ایمان ایمان رو دوست داره ممنتو اینترستلار اینسپشن پرستیش Prestige. من نه <laughs> اون اون یه کوت خیلی جالبی داره یه مطلبی رو بران کرده من میگم دقیقا همین موضوعیه که الان خدمت شما عرض کردم توی جیم اتفاق افتاد یه چیزی که من یاد گرفتم که خیلی خوشحالم هستم که توی زندگی زود یاد گرفتم اینه که فیلم بسازم فقط برای اینکه فیلم ساخته باشم اینه که داستان رو بیان کنم برای اینکه داستان رو بیان کرده باشم نه برای اینکه جایزه بگیرم آه. اون پروسه رو داره میگه دیگه دقیقا میگه باید به دنیایی وارد شیم که کارها رو انجام بدیم چون دوست داریم انجامشون بدیم و لذت بریم ازشون یعنی به اون, اون نتیجه ها رو از ذهنتون دور کنید این کاملا متضاد با 99 درصد آموزه های زندگی ما اپیزودم <shmake> <effet> <s roomm> <s stop> که گل گول محور نباشه اون آره اون یه به یه پوچی رسیده بودیم که زندگی گل محور هدف محور خالی از معنا شد و اینا ولی این موضوع تو تمام فرهنگا هست من رفتم خوندم مثلا یه بلاگ داشتم میخونم یه آدمی از ترکیه بود که مثلا تو هاروارد لا خونده بود یعنی ترکیه رفته بود اونجا اینو خیلی آدم خفنی اونم هم دقیقا همین مشکل رو داشت تو تمام این فرهنگا این موضوع هست بعد اصلا ما ها اینجوری بزرگ شدیم ذهنمون عادت که هر کاری رو میخوایم شروع کنیم نتیجه چیه بریم که مثلا به این هدفه برسیم مثلا ام. ورزش میکنی برم که من مثلا ده کیلو وز کم کنم کار میکنیم بریم که مثلا پروموشن بگیریم نمیدونم حقوقمون انقدر بشه بگید پادکست میزنیم بریم که تعداد ویو همون انقدر بشه آره. برای ما اسپانسر بیاد اسپانسر هم همین یوتیوب هم شما ببینید کافیه <تص> یادمون نره همیشه اینجوریه دیگه نه مدرسه میریم بریم که رتبه کنکورمون منتهش این بشه اصلا اون پروسه این وسط گمه ده. سفر میریم بریم که به شماله برسیم نه اینکه آره. جاده هر لذت ببریم آره آره, آره کی میرسیم؟, آره. میرسیم بعد داستان اینه که اون وسط که حالا من توی اون خستگی وزن زدن و اینا بودم دقیقا اون لحظه ای که من تصمیم گرفتم به پروسه توجه کنم نه به خروجیش میگم شرایط اصلا ذهن من انگار انرژی آزاد کرد اون پارادوکس اونجا وارد عمل شد وقتی که من اون فشار رو از رو خودم برداشتم دقیقا اصلا بازدهی داشتم که وقتی که اون فشار بوده و اصلا بدنم خسته نبوده نداشتم خیلی ذهنیه خیلی ذهنیه یعنی تو اون رمزه رو زدی یهود آنلاک شده پارادوکسه یعنی فیزیکیت. تو وقتی زه به یه چیزی فکر نمی کنی به خروجی فکر نمی کنی اتفاقا خروجی که من گرفتم بهتر بود اگه بخوایم خروجی رو بسنجیم از خود پروسم خیلی بیشتر لذت بردم خیلی بر من تجربه جالبی بود مثلا ما پادکست که مینویسیم می نویسیم یا پادکست که درست میکنیم اپیزودا اپیزود رو اینجوری بریم به این سبک و سیاق چون دوست داریم اینجوری باشه <محن> نه اینکه چون مثلا تماشاگر این مدل اپیزود رو میپسنده چون تو اگه کاری رو که انجام میدی خودت دوست داشته باشی خودت لذت ببری چون طبیعیه آدمایی هم که طبیعی به این موضوع علاقه مندن خود به خود پیدا میشن سالها زمان ببره ولی خودت وقتی لذت میبری پیدا میشه حالا من اگه این وسط بیام اینجا ادا در بیارم راجع موضوعاتی حرف بزنم که علاقه شخصی خودم نیست ممکن اصلا بی بیشتر بیننده داشته باشیم ولی فایده ای نداره تو از پروسه لذت نبر کل ارزش قضیه به اون لذت هست دیگه این حالا ما اینو هم توی واقعا توی پادکست به صورت خیلی سختی فهمیدیمش فکر میکنم یه مدت بود که سعی میکرد حالا پدقل برای من اینطور بود سعی میکردیم یه پادکست مثلا خیلی آموزنده باشه مثلا هر دفعه یه نکته ای مثلا داشته باشه و اینا ولی واقعیتش این بود که موقع اوایلش که شروع کردم یعنی من داشتم پادکست درست کردم فکر میکردم اصلا این تو ذهنم نبود که من بیام حتما ایزی به نفر زیاد بدم انقدر ما کامنت گرفتیم که خب من از این اپیزود چیزی یاد نگرفتم از این اپیزود چیزی یاد نگرفتم اساس میکردم همیشه یه فشاری باید باشه. باشه, که ما یه, زی... یه نکته مثبت اینجا داشته باشیم یه زیاد بدیم ولی خب به مراتب هم ویوار هامون شاید عوض شد و کسایی بودن که با اون سبک پادکستی ما درست می‌کردیم حالا بیشتر تا کردن و همین که ویو هامون شاید هم بیشتر هم شد یعنی اون فشار رو خودمون برداشته شد پرسش هم الان فانه بچه ها اینجا مثلا میگیم میخندیم آره. خودمون هم واقعا خوش میگذره آره آره. این دو تا اپیزودی که اینجاییم خوش میگذره آره. خیلی من میخواستم تو فکر میارم ادامه حرفش ایمان بگی که به خاطر این حالا اکسپیکتیشن یا انتظار. انتظاری که بود که مثلا یه چیزی یاد بگیر بگیرن و ما یاد بدیم اینا به خصوص حالا تو و ما که اپیزود میرفتیم میرفتین سر سری تاپیک هایی که شاید علاقه خودتون هم نبود صد درصد مثلا فقط اون تاپیک رو میدونستید یه سری اطلاعات میرسونه و دوست داشتید اونو کاور کنید آره من فکر هم اون سمت نه اونم هست یعنی همه اینا به قولی بزرگاری در هم تنیده است درست برای بگم که داستان اینه که ما وقتی تمرکز رو روی نتیجه کار میذاریم خیلی قشنگ نوشته بود میگفتش که انگار شما یه قرارداد با خودت میبندی نه نه من نه میگه وقتی تمرکز روی نتیجه کاره میگه انگار تو با خودت یه قرارداد میبندی که ناراحت باشی تا وقتی نتیجه حاصل بشه یعنی <تص> کل زمان تو ناراحت باشی یعنی مثلا چی میری اگه اون هشتا رو نزده باشی با اون وزناک همه رو ناراحت باشی فقط لحظه خوشحال میشی که اون کار انجام دادی مثلا پاتی از شروع میکنی تا ویوهات اونقدر نشه ناراحتی درس میخونی اگه رتبه کنکورت اون نشه ناراحتی سر کار میری تا حقوقت مثلا از بغل دستیت بیشتر نشه ناراحتی ام. بعد اینکه حالا شما تمرکز رو نتیجه باشه فرض اینکه به نتیجه هم برسی یه دوپامین موقتی برای شما ترشح میشه یه خوشحالی دست میده ولی تحقیقات علمی نشون میده که آدما به سطح خوشحالی قبل از موفقیتشون برمیگردن همیشه بله شما یه کار رویایی مد نظرت باشه که من اینو بگیرم واو میری به اون میرسی اولش خوبه یه ذره جذابه یه ذره که میگذره به سطح خوشحالی قبلش برمیگردی ماشین رویایی نه من با ماشین مگر اینکه موتور بخری نه حرفت که کامل درسته اینو خیلی تجربه من حالا شخصا بحثی نیست که ماشین رویایی خریدن بده اگه هدف فقط خرید اون باشه به محض اینکه بگیری بعد یه مدت عادی میشه ولی هدف این که من برم از لحظه لحظه رانندگیش لذت ببرم که اون دقیقا منطبقه با همین مضمونه که شما از پروسه لذت ببرید دقیقا همیشه وسط اون تجربه تاپ میمونه آره همه چیز همه چیز بلا. یه نرمال جدید داری تولید میکنی اگه فقط نتیجه برات مهم باشه ولی اون تجربه که باشه عشق میکنی دیگه مثلا اگه هدف من فقط نتیجه باشه این آماده کردن اپیزود خود که هست که در واقع کاریه که من به خودی خود ازش لذت میبرم اگه هدفم فقط نوشتن اون اپیزود باشه دیگه لذتی در میشه مثل انجام وظیفه <applause> این اون پارادوکس است خیلی پارادوکس خوشگلیه که دقیقا وقتی تمرکز تو از نتیجه برمیداری به در واقع خود پروسه میذاری حالا نتیجه که بهتر میشه چی خود داری لذت میبری خاطره بهتری توشه بعد اگه ورزش زیاد دنبال کنید این رو <applause> اون نگاه زیاد مناسب نبود داره اینو میبینید ورزشکارای خفن یا حالا تیمایی که موفقیت عجیب قریب کسب میکنن باشون که صحبت میکنن میگن که ما بازی به بازی جلو میریم مثلا سیزن شروع میشه One game at a time آره سیزن که شروع میشه حالا NBA حالا لیگ های آمریکا اینا 82 تا بازی دارن یارو اولش نباید بیاد بگه ما قهرمان میشیم شما مصاحبه قای منصوریان اون فصلی که استقلال 6 تا خوردن توی آسیا نگاه کنین همون اول فصل اتفاقات خیلی خوبی قراره برای ما بیفته خودتون ببینید <تصفح> اصلا اینجوری کار نمیکنه دنیا ولی این ورزشکار خفن رو که نگاه کنی همیشه میگه آقا ما حالا این بازی تمام شد چون مثلا رال این هفته بازی داشت عجب بازی خوشگلی هم بود اگه ندیدید آره خیلی با... یعنی یکی از بهترین لذت های چمپیونز لیگ دیدن اصلا زیبایی بود خیلی بازی قشنگی بود اون لحظه مثلا فرض کنید رئال دو تا عقب بود اگه بخواد به این فکر کنه که نه من باید سه تا بزنم که ببرم هیچ وقت نمیتونه اون سه تا رو بزنه ولی به این فکر کنن که گل اولو بزنیم بعد حالا بریم گل بعدی رو بزنیم این خیلی براشون راحت تر میشه اون مغز و اون انرژی رو آزاد میکنه خانم ماریا شاراپووا میشناسید زیاد آشنایی ندارم نه. باشه و اسمشون آره تنیسور روس بودن که سالها شماره یک بودن خیلی حرف قشنگی میزنه مثل جی جی <applause> 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 میگه تمرکز روی نت... تمرکز روی نتیجه بدترین اشتباه تنیسورهای آماتوره تمرکز روی نتیجه تمرکز روی نتیجه بدترین اشتباه تنیسورهای آماتوره میگه بعد توپو تا جایی که میتونی نگاه کنی دنبال کنی تمرکزت روی ضربه زدن باشه نتیجه به خودی خود جاری میشه یعنی اون لحظه ای که یارو داره سرویس رو میزنه اگه این یارو به این فکر کنه که مثلا من بزنم که امتیاز رو بگیرم میگه اشتباه خیلی بزرگیه میگه اون سرویسی که میزنه باید تا جایی که میتونی توپ رو دنبال کنی بعد تمرکزت روی زدن ضربه باشه نتیجه اتوماتیک جاری میشه میگه آقای هم میگه میگه تمرکزم روی راکت, هم راکت, هم سایه, راکت هم سایه, سایه توپ ببین این همه اینا گفته شده دقیق گفته عرض جی جی بیتزاز شماری یک یه تنیس اونم تنیس بازی میشه برای تنیس بازه قرار گفتی برزش یاده آقای جزائری میرفتن حالا اینا هیرسه یه وای اصلا گفتم هیرسه یه اصلا دیمونه شدم یه خب بگو بگو داشتی برزش رو میگفتی والیوال هم من در موردش شنیده بودم که میگفتن ما اون تیم به این فکر نیست که این تا گیم رو ببره این بازی رو ببره همون پوینت به پوینت رو داره بازی میکنه اصلا به فکر بردن کل بازی نیست اون لحظه ای که دارن بازی میکنن یعنی خو... اینجوری باشه بهتر بازی میکنن اصلا کامبک همینجا میاد دیگه واقعا سمون های که کامبک عجیبی هم میزنن از همینه منتالیه دیگه خیلی باید از روحی روانی قوی ورزش تو اینه که توش یه عالمه درس هست تو شما از لحاظ ذهنی حالا جسم که خب واضح قوی میشی ولی از لحاظ ذهنی واقعا پیشرفت میکنی اگه درست ورزش انجام بدی دیدی مثلا این فوتبال هایی که ما میرفتیم همیشه تو فوتبال ایرانی باید دعوا بشه فوش نام. جام صلح گذاشتن دعوا شد تموم شد با جام آره آره ولی برای... شما بودین فکر کنم تو بودی کجا بودی درست. 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 تو یو بی سی خش اینو گذاشته بودن جام سول دعوا شد من تو اس هم دیگه رو یارو به آمبولانس بردنش آره همیشه این اتفاق می ولی خب نگاه کنید حالا زندگی ورزشکار حرفه مدل چیز مدیرای موفق مدیر منظورم مربی های موفق رو نگاه کنید اصلا از طرز تفکر این آدما میشه کلی درس گرفت چون حالا توی یه ستینگی که شاید تو جدیه برای ورزشکار حرفه جدیه توی یه ستینگی قرار میگیرن که مثلا در لحظه باید یه تصمیم خیلی درستی بگیرن در لحظه باید به اون شرایط ذهنی خودشون در واقع چیره بشن و این کارا رو انجام میدن و به مرور اینا خیلی در واقع اون کسایی که مایندست طرز فکر درستی دارن به قضیه درست نگاه میکنن از شکستاشون خیلی خوب میان بیرون خیلی خوب پیشرفت میکنن در کلی درس هست دیگه برای زندگی بچه های توی خونه آره این دوتا لایف هکی که من براتون امروز آورده بودم خیلی خودم حال کردم تصادفی هم بهشون رسیده بودم اولیش این بودش که به مغزتون استراحت واقعی بدید اگه دارید یه کاری رو انجام میدید پیش نمیره بهش استراحت واقعی بدید استراحت واقعی نیستش که اون کار رو تعطیل کنید گوشی وا کنید برید اینستاگرام برید آسمون رو نگاه کنید برید را برید دوش بگیرید دستشویی برید بدون گوشی خونه جارو بزنید این واقعا تاثیر داره تست کنید متوجه میشید دو اینی که تمرکزتون رو از روی نتیجه بذارید روی پروسه آره این من اینو تصادفی دیدم و تاثیرش عجیب غریب بود اصلا فکرش رو نمیکردم ولی خیلی خوشگل بود تاثیرش تو یاد درس داشتیم تو دانشگاه اتیکس شما هم داشتید حتما بله همه آمد. داشتن بعد در مورد آمد. همین بود یه سینگی هست که میگن که یه جمله یه میگن اه... ends doesn't justify means یا هدف وسیله رو در مورد بود که مثلا شما به اون هدفی که میخواید رسید خب انت راه هست که بهش برسید اگه فقط اون هدف تو ذهنتون باشه شاید یک... یک کدوم از اون راه رو برید که اخلاقی نیست اتیکال نیست و باید برعکسش باشه این صحبت میشد شما از پرست و لذت ببری بس از اما لذت ببری هر جان کتگوری شد <تصفيق> 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 <شما> <تصفيق> <لذت> <تصفيق> برمون چی داری؟ یک ساعت روب شده میخوایم بریم بعدی برنی برنی برنی. من من از هم حرفای زیادی هم داریم بعدی بریم بعدی بریم آقا دم هم اگه مرسی که ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر میخواین با تا مستقیم داشته باشید میتونید تو این تمام فضاهای مجازی به ما مسیج بزنید تا جایی که بتونیم جوابتون رو میدیم یا اینکه توی اپیزود در موردش صحبت میکنیم ما میریم و پنج با یه اپیزود جدیدی که برمیگردیم فلا خدافز خدافز خدا